سرخط خبرها: طالبان به گونه کم سابقه در پنجشیر قتل عام شدند. ولسوالی در ری پنجشیر به گونه کامل به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی سقوط کرد. رهبری جنگ را در پنجشیر فرمانده خالد امیری به عهده دارد. و در پایان، جبهه آزادگان از فرستادن نیروهای کمکی طالبان به پنجشیر جلوگیری کردیم. مشروع خبرها. اشت صبح پنجشیر. به دنبال نشر خبرهای مبتنی بر تصرف ولسوالی های آبشار و دره در ولایت پنجشیر، صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی میگوید که بازگاه دو آب نیز به دست نیروهای این جبهه افتاده است. آقای احمدی با نشر تویت جمعه شب 16 سور گفته است که در حمله نیروهای جبهه مقاومت برای تصرف پاسگاه دوآب 9 تن از افراد طالبان کشته و 6 تن دیگر آنان زخمی شدند. به گفته آقای احمدی در این نبرد یک تانک هاموی و یک ارادرنجر طالبان نیز منهدم شده است. پاسگاه دوآب از ساحات استراتژیک در ولایت پنجشیر پنداشته می شود. این پاسگاه در نقطه مرزی میان 4 ولسوالی این ولایت موقعیت دارد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی دره ولایت پنجشیر به تصرف نیروهای جبهه مقاومت ملی درآمد. اشت صبح پنجشیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که ساختمان ولسوالی های عبدالاخیل و آبشار ولایت پنجشیر به تصرف نیروهای جبهه مقاومت ملی درآمده است. به گفته منابع، ساختمان ولسوالی های عبدالاخیل و آبشار در پی درگیری چند ساعته میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان حوالی ساعت 10 جمعه شب 16 سور به تصرف نیروهای جبهه مقاومت ملی درآمده است. به گفته منابع، در پی این درگیری بیش از 10 نیروی طالب کشته شده و اجسادشان در ساختمان ولسوالی مانده است. منابع می‌افزاید که نیروهای جبهه مقاومت ملی یک پل ارتباطی بین ولسوالی های دره و آبشار را به هدف مسدود شدن مسیر طالبان انفجار دادند. منابع در ولسوالی آبشار پنجشیر نیز میگویند که نبرد شدید میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان ادامه دارد. به گفته آنان در حال حاضر نیروهای طالبان در ساختمان تحت محاصره نیروهای جبهه مقاومت ملی قرار دارند. طالبان تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. ادعای جبهه آزادگان از فرستادن نیروهای کمکی طالبان به پنجشیر جلوگیری کردیم. اشت صبح پنجشیر. جبهه آزادگان میگویند که نیروهای این جبهه از فرستادن نیروهای کمکی طالبان بر ولایت‌های پنجشیر جلوگیری کردند. جبهه آزادگان با فرستادن خبرنامه به روزنامه اشت صبح گفته است که نیروهای این جبهه جمعه شب 16 سور کاروان کمکی طالبان به پنجشیر را در بازار ولسوالی میربچه‌کود کابل هدف قرار دادند. بر بنیاد معلومات این خبرنامه، در نتیجه این حمله به نیروهای طالبان تلفات سنگین وارد شده و چندین اراده تانگ و رنجران نیز تخریب شده است. گفتنی است که شب گذشته ساختمان ولسوالی های دره و آبشار ولایت پنجشیر به تصرف نیروهای جبهه مقاومت در آمده بود. بر بنیاد گزارش ها، در نتیجه درگیری های شب گذشته در این دو ولسوالی 2 طالب کشته و نزدیک به 20 طالب دیگر زخمی شدند. برای چی برزمیم؟ اشت صبح. آمیان احمد مسعود یادداشت کوتاه در فقره ای از سخنان او در جلسه تشکیل شورای عالی جبهه مقاومت را نشر کردند که در آن از احمد مسعود مثل پدرش احمد شاه مسعود به عنوان عامر صاحب یاد شده و محتوای آن متن کوتاه نیز حاکی از سایه سنگین پدر بر پسر است. پسر مثل پدر خود را عامر مقاومت می داند و این مقاومتش را با پسوند اسلامی و ملی هویت می بخشد. در یادداشت سخنرانی احمد مسعود دومین جمله تأکید بر مطابقت مبارزش با دین مقدس اسلام است. مسعود پدر نیز همیشه تأکید داشت که هرچی انجام می دهد
بر اصول اسلام استوار است. او خود و جبهه‌اش را مثل هر رهبر سیاسی مذهبی در قدم اول مدافع دین اسلام می‌خواند. در جمله سوم، رابطه مبارزه‌اش را با اسلام توضیح داده و نوشته است که ما برای آزادی و عدالت مبارزه می‌کنیم و این دو از جمله ارزش‌های اسلامی است. بعد از آن نوشته است که روایت طالبان از اسلام اشتباه و غلط است، حتی خلاف روح و اصول این دین است. در واقع مسعود پسر مثل پدر گناه طالبان را در روایت نادرستشان از اسلام میخواند و نمیگوید که ملاها و مولوی ها در هیچ حال حق غصب قدرت را ندارند. حتی اگر روایتشان از اسلام خلاف روح و اصول دین نباشد، دموکرات ها به این باورند که اگر گروه یا فرد روایت درست از اسلام داشته باشد، نیز مستحق انحصار حاکمیت نیست. دین و سیاست باید از هم تفکیک شود. مسعود در آن متن و در هیچ جای دیگر نگفته است که نهادهای دین و سیاست باید از هم جدا شود. باقی متن جز فقره آخر به مسائل تکنیکی داخل جبهه و شورای در حال تشکیل می پردازد. در نقطه پایانی نوشته شده است که جبهه عامر مسعود برای هیچ قوم، هیچ زبان، هیچ سمت و هیچ مذهب مبارزه نمی کند. این عبارت از بس در جریان جنگ های تنظیمی تکرار شده حساسیت برانگیز گردیده است. گروه های منصوب به اسلام سیاسی و قومگرایان آن را همواره تکرار می کردند. در دهه 1990 شعارهای از این دست سر زبان بیشتر رهبران و قماندانان جهادی بود. طالبان نیز تا کنون تاکید دارند که برای قوم و مذهب و زبان مبارزه نمی کنند، بلکه برای دین مبین اسلام و مردم افغانستان جهاد کردند و حالا امارت می کنند. اما در عمل همه درگیر علایق بسیار تنگ نظرانه سمتی، قومی، زبانی و مذهبی بودند. آن یادداشت کوتاه ده فقره ای را می توانیم از روی یکی از سخنرانی های احمد شاه مسعود زمانی که در کابل یا در پنجشیر می جنگید نیز خلاصه نویسی کنیم. این نشانه در جازدگی و عدم پیشرفت است. چرخیدن به همان گرداب سابق و تجربه شده راه حل نیست. مردمی که حتی از طالبان امید تغییر دارند و بعد از آمدن آن گروه به کابل مدتها چشم براه فرمان سخن و اعلامه نشسته بودند که نشان دهند این طالبان همان مستحجران سابق نیستند و مانع مکتب، کار، پوشش و سلیقه موی مردم نمی شوند. وقتی با گذشت هر روز تاکید طالبان را بر وفاداری به تفاسیر ملا عمری از سیاست اداره و فرهنگ دیدند، متعجب شدند. در سخنرانی ها، اعتراضات و فریادهای مردم ما این را تعجب را دیدیم و شنیدیم که می گفتند ما با چه جماعتی روبرویم که در این 20 سال هیچ تغییری نکردند و هنوز می خواهند امارتی بسازند.